خوش اومدی مروی خط، من نگار مرتضوی هستم. امشب آلن ایر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روی خط با ماست که به سوالای شما جواب بده. درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب که قرار هفته دیگه در قزاقستان برگزار بشه، احتمال مذاکره مستقیم ایران و آمریکا در آینده، تحریم‌های آمریکا و غرب علیه ایران و تأثیر تحریم‌ها بر زندگی شما، مثالایی که می‌زنن مثل کمبود دارو، مشکلات دانشجوهای ایرانی خارج از کشور و در مجموع سیاست دوره دوم دولت باراک اوباما در مورد ایران. از همین الان با تلفن یا اسکایپ بیاین روی خط و با النر صحبت کنین. روی ملکی هم توی فضای مجازی منتظر شماست. نگار سلام، شب شما بخیر. من هم منتظر شما هستم. به غیر از تلفن در فیسبوک بیاین و چت کنین با آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا. هر سوالی دارین میتونین ازش بپرسین. آلن اینجا نشسته، سوالای شما رو پاسخ بده. همینطور میتونین در اسکایپ همراه ما باشین، از طریق صوتی و تصویری یا برای ما ایمیل بزنین، سوال کنید یا هر چیزی که دلتون میخواد بنویسین یا تماس شماره تماسی رو بزنین. ما حتما با شما تماس میگیریم. در توییتر هم میتونین ما رو دنبال کنین. تمام آدرس‌های برنامه زیرنویس خواهد شد. همراه ما باشید. روی خط هستین با آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا. سلام، خوش اومدین. سلام بر شما. خیلی ممنون. تشکر می‌کنم. لطف کردین که منو دعوت کردین. مرسی که بازم اومدین روی خط. خب قراره که امشب راجع به مذاکرات صحبت کنیم. هفته دیگه توی قزاقستان ایران و پنج بلوی قراره سر میز مذاکره بشینن دوباره. فکر می‌کنین که چه اتفاقی بیفته؟ پیش‌بینی شما چیه؟ من که علم غیب ندارم، نمی‌تونم پیشگویی کنم، ولی من امیدوار هستم که با هم طرف ایران به قزاقستان بریم و با یک روحی برابری و با حسن نیت و با احترام متقابل میتونیم وارد مذاکره بشیم و با هم تعامل کنیم و همکاری کنیم تا به سوی یک توافق بلند مدت و پایدار و جامع حرکت کنیم. این آرزوی ماست و نسبتا آسونه دیگه انشالله. یعنی اصل مطلب این است که اگر ایران به تعهدات خودش در مورد برنامه هسته‌ای عمل کند، از طرف ما جامعه بین‌المللی و آمریکا، ما به این تحریم‌ها پایان خواهیم داد. حالا شما میگین که علم غیب که ندارین از طرف ایران نه، ولی از طرف خودتون فکر میکنین که واقعا این عزمش هست برای اینکه این تعامل انجام بشه، این توافق اتفاق بیفته و همینطور مسئله تحریم‌ها که اشاره کردین؟ از طرف ما 100% عزم هست. یعنی عزم را جذب کردیم، اراده داریم، نیت داریم که به یه توافقی برسیم با ایران و ما خوشحالیم و امیدواریم که طرف ایران هم با جدیت وارد مذاکره بشه، چون ما فکر میکنیم که بهترین راه برای رسیدن به یک راه حل مناسبی و مرزی التفرین فقط از طریق دیپلماسی است. بله. خب ما فکر کنم نیم ساعت با شما وقت داریم، هرچه سریعتر از بیننده‌هامون سوال بپرسیم ببینیم که چی فکر می‌کنن. الان یکی از کاربرای فیسبوک پرسید اگر در مذاکرات پیش رو در قزاقستان به نتیجه نرسیدین، گزینه بعدیتون چیه؟ نه ما چیز ببین، اصل مطلب این است که ما نمی‌خوام راجع به فرضیات مختلف چیز گمانه‌زنی کنم. یعنی الان همون جور که عرض کردم، همون جور که رئیس جمهور اوباما به کرات تکرار کردن و همونطور وزیر امور خارجه جدید کری، بهترین راه برای رسیدن به یک توافق از طریق دیپلماسی است. و ببین مثلا چند روز پیش در تبریز مقام معظم رهبری آیت الله عظمی خامنه ای فرمودن که در قبال تحریم ها بیشتر از دو راه وجود ندارد، یا تسلیم شدن و توبه کردن یا فعال کردن نیروهای و توانایی‌های داخلی برای عبور از تحریم‌ها. من نمی‌خوام روی حرفشون حرف بزنم، ولی راه سوم هست. سوم هست این تعامل با جامعه بین‌المللی و همکاری و از این که ایشون فرمودند و حتی فتوا صادر کردند در مورد حرمت سلاح‌های کشتار جمعی. از طرف ما رئیس جمهور اوباما فرمودن که دستیابی ایران
به سلاح هسته‌ای قابل پذیرش نیست. خوب، پس جای هست برای توافق، چون مثل اینکه هدف مشترک داریم. پس ما باید در قزاقستان منافع مشترک را شناسایی کنیم و روی اون کار میکنیم. بله. خب اجازه بدید نظر فریبرز رو از آلمان بشنویم. فریبرز سلام، فقط من از شما و از بقیه بینندگان که روی خط همین الان خواهش کنم که سوالای کوتاه اگه ممکنه بپرسین، سوال یا نظر کوتاه که به نوبت به تعداد بیشتری برسه. سلام. با درود فراوان، البته به نظر من این تحریم‌هاش اثری نداره، اینا با بیدی نیستن که از این بادا بلرزن، ولی من از آقای فقط یه خواهشم، یه پرسشی دارم. پرسشم اینه که ما همه، یعنی البته تمام جامعه دنیا به جز حتی تو رادیو تلویزیون یا روزنامه جایی نمی نویسن اینو، ولی همه میدونن که این تحریم ها برای ایران نیست، برای اینه که در دهن اسرائیل رو ببنده، یعنی یه آب نبات یا یه قاقالیری به اسرائیل میدن و تمام اینا به خاطر اینکه اسرائیل تو منطقه کاری نکنه. ترس از اسرائیل، نه ترس از ایران اتمی یا به حساب ایرانی که گنده بشه. من فقط به آقای میخوام بگم که بالاخره تا کی میتونید سر اسرائیل رو کلا بذارین؟ اونا که سرشون کلا نمیره. خیلی مرسی. مرسی از شما. خیلی تشکر میکنم. خیلی متشکرم از سوال شما. ببین، اصل مطلب این است جامعه بین‌المللی نگرانی های فزاینده داره در مورد ماهیت برنامه هسته ایران. یعنی این موضوع مثلا دشمنی آمریکا و ایران که نیست، یعنی برخلاف اظهارات بعضی ها، این جنگ حق و باطل که نیست. اینه ایران به عنوان عضو کشور عضو NPT، یعنی معاهده عدم گسترش سلاح هسته‌ای، هم حقوق داره هم تعهدات، وظایف، تکالیف داره و باید مثل سایر کشورهای عضو NPT تعهداتش عمل کند و نهاد زی ساله و زی ربط، یعنی سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، گفتند که الان ایران به تعهداتش پایبند نیست. خوب، هیچ کس نمیگویه که ایران نمیتونه برنامه هسته‌ای داشته باشه. خوب، ایران میتونه برنامه هسته‌ای داشته باشه. همه میگن که ایران حق برخورداری سهل‌آمیز از انرژی اتمی داره، ولی در چارچوب همون وظایف و تکالیف NPT. و الان برای برطرف کردن، برای رفع این نگرانی های فزاینده برنامه جامعه جهانی ببخشید، در مورد ماهیت برنامه هسته ایران باید به تعهداتش عمل کنه. و سلام. محمد رضا پرسی که چرا آمریکا دقیقا زمان انتخابات ایران، انتخابات ریاست جمهوریش، دنبال مذاکره با ایران هستش؟ اینطور نیست، ما همیشه دنبال مذاکرات بودیم، یعنی این چیزی تازه یافته که نیست، یعنی از سالهای پیش ما مشتاق مذاکره با ایران که هستیم. این تازه به دنیا، یعنی به وجود نیامده است. ما اراده داریم از طریق دیپلماسی، ما نیت داریم از طریق دیپلماسی با ایران مذاکره کنیم تا به یک راه حلی برسیم. و همونطور که عرض کردم، مگر اینکه این کار سختیه، ما اختلاف اصولی داریم با ایران در مورد موضوعات مختلف، ولی در مورد برنامه هسته‌ای ما میتونیم به یک توافقی برسیم. از اینکه همونطور که آیت الله عظما خامنه‌ای فرمودند، ایران قصد ندارد برنامه یا سلاح هسته‌ای اتمی داشته باشد، ایشون فتوا صادر کردند. خوب، پس همونطور که اوباما فرمودند که یعنی این دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای قابل قبول که نیست. ولی شما میگین با همزمانیش با انتخابات در واقع تصادفیه، یعنی لزوماً به خاطر تصادفیه. ما همیشه آماده مذاکره با ایران هستیم. بله. یعنی با همون چیز، صفاتی که ویژگی هایی که من عرض کردم، با جدیت، حسن نیت، احترام متقابل. مرسی از شما. محمد از اصفهان روی خطه. محمد سلام به شما تو اصفهان. رفت. صدا میرسه تو اصفهان، فاصله‌مون زیاده. محمد سلام. خب عباس از ته... بله بله محمد سلام.
من از اصفهان نیستم خانم خانم نگار، من با من بودین یا بفرمایید خودتون معرفی کن، حالا هر از هر جا که هستین. با سلام خدمت خانم محمد، خانم نگار مرتضوی و آقای علن، همچنین رویا. من یک سوالی از آقای علن داشتم، خواستم ازش بپرسم ببینم که برای ما که الان یعنی ملت ایران در واقع این مسئله که تا اینجا این اتفاقی که تا الان افتاده مهمه، بعد از اینش دیگه وقتی که ملت ایران به این روز افتادن دیگه بعد از اینش دیگه زیاد شاید بیشتر از این برای ملت مهم نباشه. مسئله اینه که الان در حال حاضر من میخوام ببینم که چقدر آمریکا خودش رو تو این قضیه شریک میدونه، یعنی مقصر فقط ایران بوده تو این قضیه، یعنی فقط و فقط به خاطر اینی که ایران اومده و یک جاه طلبی کرده ملت ایران به این روز آمده. یعنی اگه آمریکا میخواست با یه روش دیگه‌ای با این قضیه برخورد بکنه، آیا احتمال نداشت که وضع ملت ایران به اینجا به این کار کشیده نشه؟ شما محمد منظورت تحریم هاست؟ یعنی ببینید خانم مرتضوی، اگه که همون سالای 96-97 که ایران داشت قرارداد رو با روسیه امضا میکرد و داشت به توافق میرسید با روسیه، نه شما صحبت از نقش آمریکا کردین، گفتم توضیح بدین برامون. خب من کلا دارم حرف من اینه که اگر آمریکایی‌ها اگه می‌خواستن با حسن نیت بیان برخورد کنن و به جای اینکه ایران بره دست به دامن روسا بشه، ایران میرفت از همون با همون آلمانی‌ها به توافق میرسید که این پروژه رو پروژه نیمه کاره خودشون رو به آخر برسونن، آیا واقعا وضع ملت ایران الان همین طور بود؟ یعنی اینجا آمریکا خودش کمک نکرد که ایران به این موقعیت برسه، به این وضعیت برسه که الان ملت ایران همگی به این فلاکت بیفتن؟ بله. یعنی دولت ایران کلن مقصر از خود ملت، خود رژیم ایران بوده؟ خب فکر کنم که صدا تو گوش شما قطع بوده، میپرسه اصلا چیزی نشنیدم، نظرت میخوام جواب بدم ولی اصلا چیزی نشنیدم، شما میتونی خلاصه بدین دیگه؟ بله بله، صحبت از اینه که میپرسه آیا آمریکا هم مقصر در وضعیتی که ایجاد شده، حالا اشاره به دهه 60 کرد و دخالتی که روسیه کرده و توافقی که حالا شاید ایران میرسیده، و سوال اینه که فکر میکنه در وضعیتی که حالا هستیم آیا آمریکا هم مقصر یا نه؟ در چه مورد؟ در مورد برنامه هسته‌ای. مقصر یعنی چی؟ نه ببینید نقش در واقع میگه دارم. چه نقشی؟ همین میگم، منم خیلی متوجه نه. آمریکا یعنی مقصر نیست، یعنی این موضوع تقصیر و مقصر که نیست، این موضوع اطاعت و رعایت تعهدات بین‌المللی است. یعنی NPT که بیشتر از 100 عضو دارن، فقط یک عضو الان تعهداتش رو انجام نمیدن که این ایران است، و اگر ایران به این تعهدات عمل کند، این تحریم ها که جامعه بین‌المللی و آمریکا وضع کردن اونها رو لغو میکنیم، لغو خواهیم کرد. بله. پس این موضوع یعنی از نظر یک ساختار نگاه کردن به مقصر و تقصیر، نه این اصلا مطرح نیست. مطرح این است یعنی تعامل به جای تقابل و همکاری. مثلا بعضی ها در ایران میگن که ما دنبال آمریکا دنبال تسلیم ایران هستیم. نیستیم. ما دنبال تسلیم ایران که نیستیم، ما دنبال تعظیم ایران که نیستیم، ما دنبال تعامل و همکاری ایران هستیم که ما میتونیم با هم مشترکاً بر این موضوع همکاری کنیم، مذاکره کنیم تا یه راه حلی برسیم. مرسی. خواهش میکنم. مصطفی گفته که آمریکا همیشه به دنبال منافع خودش بوده، گفته اگر نیست بعد چطور رهبران آمریکا با یک کشوری که به عنوان تروریست هستش و حقوق بشر رو رعایت نمی‌کنه دست یاری می‌خوان بدن؟ یعنی معلوم است که هر کشور دنبال منافع و مسائل عالی خودش می‌گرده، این معلوم است و مبرهن است. ولی همونطور که رئیس جمهور اوباما چند سال پیش در این سخنرانی مشهور گفت، بهترین راه برای حفظ و تقویت منافع آمریکا و جامعه جهانی مثلا همون حفظ حقوق بشر است. ما که میبینیم در منطقه، اگر یک حکومتی حقوق بشر شهروندان خود را رعایت نمی‌کنند و احترام نمی‌ذارند به اون، یعنی برای پایداری خود اون حکومت اثرات سو خواهد داشت.
پس بله، ولی همونطور که قبلا عرض کردم در مورد موضوع و مناقشه هستی ایران منافع مشترک هست بین ایران و جامعه جهانی و در قزاقستان انشالله در مورد این منافع مشترک میتونیم وارد بحث بشیم و مذاکره کنیم. بله خیلی ممنون، امیدوارم صدا رو بشنویم. عباس از تهران روی خطمونه. عباس سلام به شما. خب عباس فکر کنم صدا پشت صدا. شهرام هم روی خطه، سلام به شما شهرام. آقای حالان عزیز، من دو تا نظریه دارم به صورت فقط کوتاه لطفا. خیلی حتما. یکیش این هستش که خود دولت آمریکا میخواد دولت جمهوری اسلامی رو حفظ کنه و فقط کمی همکاری میخواد و همینطور که میبینیم این فشارهایی که میاره بیشتر به ملت ایرانه، نه به کسایی که حتی با رژیم کار میکردن، به خصوص این سبزهایی که جدا شدن دارن میان یا کسایی که برای دولت ایران کار میکردن جنایت کردن، امروز تو امریکا حتی $100,000 جایزه هم میگیره. یکیش این هستش، این رو تایید میکنید یا نه؟ دوم این که دولت امریکا علاقه به حمله به ایران نداره و میخواد به صورت سوریه یه جنگ داخلی با مجاهدین، به خاطر همین هم داره مجاهدین رو پروال میده، از لیست در آورده و به تایید طلبها داره کمک میکنه و بیشتر منظور دولت امریکا این هستش که خودش رو این وسط نندازه که از این بدتر خرابتر شه، هزینه داشته باشه. از طریق خود ایران میخواد خود ایران رو نابود کنه. این رو هم تایید میکنه یا نه؟ مرسی. یعنی هم از من سوال کرد که ما سعی میکنیم ایران رو حفظ کنیم و ایران رو نابود کنیم، یعنی متضاد هست که نه. ببین، آینده حکومت ایران، آینده ایران باید دست خود یا سرنوشت ایران دست مردم ایران باید باشد. در این مورد مردم ایران راجع به شکل و عمل کرد و دولت خود باید تصمیم بگیره. ولی ما کاری داریم با ایران، بله حتما با حکومت جمهوری اسلامی ایران در مورد مسئله هسته‌ای، ما یعنی جامعه جهانی، و از این نظر ما میخواییم بله همکاری با حکومت جمهوری اسلامی ایران بکنیم در مورد این مناقشه هسته‌ای از طریق مذاکره تا برسیم به یک راه حل. اما صحبت از تحریم ها شد، حالا شاید تو این سوال هم بود، چند نفر دیگه هم صحبت کردن، این که بیننده های ما اشاره میکنن به این که تحریم ها فشارش خیلی روی مردم هم داره دیده میشه، مردم خودشون اینجا که صحبت میکنن. بحث دارو خیلی مطرح بوده این مدت، با اینکه دارو جزء تحریم های آمریکا نیست، اما کمبود دارو، گرانی دارو، همینطور این اواخر صحبت از حتی فشار به دانشجوهای ایرانی خارج از کشور اومده از لحاظ مختلف، از نظر مالی. صحبت از تحریم ها یکم برام بگید. یعنی این تحریم ها وسیله است، هدف نیست، برای وادار کردن حکومت جمهوری اسلامی ایران تا وارد مذاکره بشه در مورد این برنامه هسته. یعنی وقتی من میگیم تحریم، یعنی این تحریم ها مرتبط با برنامه هسته ایران و هدف که نیست، ولی مردم میگن روی ما فشاره. بله، یعنی معلوم و مبرهن است که مردم عادی ایران هم از این تحریم ها رنج بردن و رنج میبرند، خلاف اون که نمیگم، یعنی معلوم است و مایه تأسف است. ولی ما مخصوصا در مورد غذا و دارو ما سعی کنیم با شرکت های بین المللی و همپیمانان ما در سراسر جهان دنیا کار کنیم که این اثرات سوء تحریم ها به میزان هر چیز پایین یا کمتر باقی بمونه، یعنی در پایین ترین حد بمونه. و شما که میدونین غذا و دارو معاف از تحریم هستن و همونطور این وزیر معزول بهداشت اعتراف کردن، اعلام کردن که پول و اعتبار وجود داره برای ورود دارو به ایران، ولی دولت برای هر دلیلی تصمیم گرفت از اون استفاده نکند. خانم دستشردین رو گفته بود، اما همون بین ببخشین یه لحظه. پس بله، معلوم است که تحریم ها اثری داره و اثرات سو داره بر مردم ایران، ولی فرمایش نکنیم هم سوء مدیریت و فساد داخل خود ایران. بله،
خب حالا برگردیم برمیگردیم به سوال از کار برامون بشه. بله، ولی پرسیده که گزینه نظامی برای ایران چقدر به واقعیت نزدیکه. همونطور که پرزیدنت رئیس جمهور اوباما به کرات فرمودن، همه گزینه ها روی میز است، ولی با این بیان ترجیح همه این است که از طریق دیپلماسی، از طریق صلح‌آمیز این موضوع را حل و فصل کنیم. و همونطور که قبلا عرض کردم، تا جایی که من میبینم مانعی نیست که ما میتونیم به یک نتیجه مرزی الطرفین برسیم. از این که ایران اعلام کردن، فتوا صادر کردن که دنبال بمب هسته‌ای نیست، موضع ما این است که ایران نمیتونه به بمب اتمی دست یابد. خوب، پس بریم با هم مذاکره کنیم و یک راه حلی پیدا کنیم. خیلی ممنون. علی هم از طریق اسکایپ همراه ماست. علی سلام به شما. میرم جلو سراغ سوالم. خدمت آقای علنر، شما من طبق حرف خودتون میرم جلو که گفتید پرزیدنت اوباما چند وقت پیش صحبت کردن و گفتن که حقوق بشر باید ملاک کار قرار بگیره. من سوالم از شما اینه که طی 30 سال 35 سال این حکومت جمهوری اسلامی تا اونجایی که تونسته به مردم بی ظلم کرده، هیومن رایت براش معنی نداشته و دولت آمریکا به این همه این مسائل بی اهمیت بوده و حتی حکومت‌های اروپایی. و امروز که میرسی به قضیه هسته‌ای، دولت ایران داره تحریم میشه و آمریکا سخت‌ترین و شدیدترین تحریمایی رو روی مردم ایران میذاره، که مردم ایرانی که همیشه قدرتمندان آمریکا میگفتن که بین دولت آمریکا و مردم ایران تفاوت وجود داره، الان که حکومت ایران هیچ طوریش نمیشه، واقعا مردم ایران هم که داره بهشون فشار میاد. اما وقتی که نگاه میکنیم، مقایسه میکنیم، اسرائیل داره یه به قول معروف هیومن رایت، حقوق بشر در اونجا هم رعایت نمیشه و سازمان ملل حکم علیه صادر میکنه و آمریکا ویتو میکنه این قضیه رو، شما یا فکر نمیکنید که یک سیاست یک بام و دو هوا رو دارید اجرا میکنید توی دنیا؟ متشکرم. مرسی علی. یه بام و دو هوا، یه بام، یه شنیدم، یه اصطلاح خوبیه دیگه. نه، اینجوری فکر نمیکنم. یعنی همونطور که اوباما فرمودن، یعنی این اعمال سیاست حقوق بشر ما گزینشی که نیست، اصولی است، ولی نسبت به هر کشور کاربرد این سیاست متفاوت است. مثلا با بعضی کشور اعمال این سیاست از یک طریق است، در کشورهای دیگر از طریق دیگر است، ولی چیزی که مهمتر از اون است، این همون سیاست کلی ما، سیاست اصولی ما. چون همونطور که ایشون فرمودن، هیچ تضادی نیست بین تقویت حقوق بشر سراسر دنیا و حفظ منافع عالی کشور خودمون است. همین وجود نداره این تضاد. از این نظر بله، ما ساکت نیستیم در مورد نقض فاحش و مکرر حقوق بشر در ایران. حتی چند روز پیش در دومین سالگرد حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی ما بیان صادر کردیم در مورد این موضوع. پس با این که در مورد برنامه هسته‌ای کار داریم با دولت ایران، ما ساکت نیستیم در مورد وضعیت حقوق بشر، تأسف آور حقوق بشر در ایران. جواد پرسیده که خیلی شفاف و صادقانه بگید، مشکل آمریکا با انرژی هسته‌ای یا سلاح هسته‌ای؟ سلاح هسته‌ای. ببخشید، سلاح هسته‌ای. هیچ پروبلمی، هیچ مشکلی نداریم با برنامه صرفاً صلح‌آمیز و غیر نظامی ایران که نداریم. ولی ایران مثل همه کشورهای عضو NPT باید این برنامه را اداره کند ببخشید، که سازگار است با وظایفشون، با تکلیفشون در چارچوب این NPT. پس برنامه سلاح. پس ما 100% یعنی مخالف بمب اتمی ایران که هستیم، معلوم است، همون چیزی که عرض کردم. ولی ایران میتونه یک برنامه صلح‌آمیز و غیر نظامی اتمی داشته باشه، ولی باید به تعهداتش عمل کند مثل همه کشورهای عضو NPT.
مرسی از شما. اکبر از شیراز روی خطمونه. سلام به شما اکبر در شیراز. عرض می‌کنم خدمت آقای آلن و شما و همه بینندگان عزیز. من سریع و روک سوالام رو از آقای آلن بپرسم. یکی در مورد سلاح اتمی، اگر سلاح اتمی خوبه چرا آمریکایی‌ها هزاران کلاهک هسته‌ای در اختیار دارن؟ آیا این باعث نمیشه کشورهای دیگه برن به سمت ساخت سلاح اتمی؟ این یه سوالی هست. دوم این که در خاورمیانه اسرائیل هزاران بیش از 300 کلاهک اتمی در اختیار داره و این باعث مسابقه تسلیحاتی شده. شما نمیتونید جلوی کشورهای دیگر رو بگیرید و بهشون بگید که شما سلاح اتمی نسازید ولی اسرائیل پیشرفته ترین سلاح ها رو در اختیار داشته باشه. به نظر من این یک سیاست یک بام و دو هواست. دوم در مورد بازرسی هاست که آقای آلن باید بفرمایند. ایشون میفرمایند ایران میتونه انرژی سولامیز هسته‌ای داشته باشه. یکی هم از قوانین آژانس اینه که ایران میتونه حق غنی‌سازی اورانیوم داشته باشه، در حالی که در هیچ کدوم از به اصطلاح برنامه‌هایی که آژانس داشته نمیخواد این حق قانونی ایران رو به رسمیت بشناسه. چرا آقای آلن به این نکته اشاره ندارن، فقط مغلطه میکنن ایشون؟ مرسی از شما اکبر از شیراز. سوال اول در مورد خود آمریکا و همه شد. یکی از اولویت های رئیس جمهور اوباما این است کاهش سطح کلاهک های هستی در سراسر دنیا است. یعنی با روسیه همکاری کرده و مذاکره میکنیم برای کاهش ضررخانه هستی این کشورهایی که دارای بمب هستی هستند و خیلی پیشرفت کردند در این مورد. در مورد کشورهای دیگر مثل اسرائیل همونطور یکی از اولویت های این ریاست جمهوری این است که همه کشورها که با برنامه هستی داشته باشد وارد NPT باشد. از این نظر ما مشتاق هستیم که همه کشورها من جمله اسرائیل وارد NPT بشند. سوال دوم که در مورد بازرسی ها گفتن که چیز؟ در مورد بازرسی ها گفتن این که اگر که پس چرا حق غنی سازی رو برای ایران قائل نمیشن؟ ایران همون حقوقی که تمام کشورهای عضو NPT دارن ایران هم دارد، یعنی حق استفاده سهلامیز و غیر نظامی از انرژی اتمی و سلام. ولی ایران برخلاف سایر کشورهای عضو الان به این تعهدات در چارچوب NPT پایبند نیست، پس هیچ حق مطلق نیست، یعنی مشروطه. از این نظر باید تعهداتش رو انجام بده و وقتی این چیز به تعهداتش عمل میکنه میتونه برخورداری کامل از حقوقشون داشته باشد. مرسی از شما. وقتمون کمه، فکر کنم دو سه تا سوال آخرم از کاربران. حتما. حامد گفته که شنیدم دولت امریکا به غیر از دولت ایران مردم هم تحریم کرده. نوشته تجربه خودش که رفته بانک توی مالزی حسابش رو بستن چون گفتن ایرانیه. از این کامنت ها ما زیاد داشتیم. گفته این درسته یا خیر؟ نه، ببین قبلا جواب دادم در مورد این موضوع. بد فهمی هست در مورد جزئیات این تحریم ها. بدفهمی از طرف کی؟ از طرف بعضی شرکت ها یا بانک ها. چون این اتفاق توی بانک هایی در آمریکا هم افتاده، برای بانک TD در کانادا برای بعضی از دانشجو افتاده. از این نظر ما از هیچ تلاشی فرو گذار نمی کنیم که با هم پایانمون با کشورهای دیگر و با بانک ها و شرکت های بین المللی کار کنیم از نظر آگاه سازی تا بدونن که کدوم فعالیت چیز یعنی قابل قبولن و کدوم فعالیت ها قابل قبول نیستن که این اتفاق نیست. برای رفع این سوء تفاهم، چون بله قبول گیرم که در دنیا سوء تفاهم هست در مورد کدوم فعالیت تحریم شده نشده و ما سعی میکنیم از نظر این آگاه سازی و دادن اخبار و اطلاعات بله. که بفهمند. خب فکر کنم وقتمون تمومه. خیلی ممنون از شما آقای آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا. برمیگردیم با ادامه برنامه. روی
روی خط هستین با ادامه برنامه. علی عبدی از نیویورک همراه ما، دانشجوی دانشگاه ییل و عضو گروه حوار. علی سلام به شما. سلام میکنم شما نگار جان، رویا جان و مردم خوب ایران. من امیدوار بودم که آقای الان ای روی خط بمونن تا بتونن این صحبت های رو هم بشنون، که خب متاسفانه مثل اینکه فقط نیمه اول برنامه خدمت شما بودن. بله متاسفانه نیم ساعت وقت بیشتر نداشتیم. اما علی برامون بگو که هم عضو گروه حوار هستی، برامون یکم توضیح بدی که خلاصه چی کار میکنین و نظرت حالا راجع به صحبت هایی که شد چیه؟ گروه حوار یک گروه ضد جنگ، ضد تحریم و ضد سرکوب دولتی استبداد در ایران هست که خب بچه‌ها اکثرا توی نیویورک هستن. من خیلی دوست داشتم که آقای الان ای روی خط بمونن چون یه سری صحبت‌های کردن که به نظرم خوب بود این گفتگوی دو طرفه انجام می‌شد. آقای الان ای گفتن که باعث تأسفه که مردم ایران از این تحریم‌ها دارن رنج می‌برن. اخیرا هم آقای جو بایدن توی کنفرانس امنیتی مونیخ اون مشکلات اقتصادی که مردم ایران در قبال تحریم ها الان بهش دوچارند رو به رسمیت شناختن. من این سوال رو میپرسم که اگر که دولت امریکا واسهش به صلاح این باعث ناراحتی و باعث تأسفه که مردم ایران دارن از این تحریم ها رنج میبرن، خب چرا این تحریم ها رو بر نمیداره؟ این که شما بیای و صرفا ابراز تأسف بکنی واسه مردم ایران خب نه نونه نه آب. شما داری سر مردم ایران رو با فقر و تورمی که اونجا به وجود میاد میبری و خب این اظهار تأسف کردن عملا دردی از مردم ایران دوا نمیکنه. آقای الانه گفتن که سیاست دفاع از حقوق بشر امریکا یک سیاست اصولیه. خب تحریم مگر یک شکلی از نقض حقوق بشر نیست؟ شما اگر واسه آقای میرحسین موسوی، واسه آقای کروبی، واسه زندانیان سیاسی و واسه نقض حقوق بشر توی ایران بیانیه میده دولت امریکا که خب نقض حقوق بشر تو ایران رو به اصطلاح محکوم میکنه و ادعا میکنه که در طرف مردم ایران وایساده و از اونها دفاع میکنه، خب تحریم ها هم یک شکلی از نقض حقوق بشره، فقر یکی از نقض حقوق بشره. علی چرا این... حالا من این سوال ازت بکنم چون دیگه آقای رو نیم ساعت دیشب ما وقت نده بودن مجبور بودن برن، اما حالا هم سوال پرسیدی هم میدونم که خودتونم روی بحث تحریم‌ها یه مقدار کار کردیم به خصوص در خارج از کشور، برامون از چند تا مثالی که خودت فکر می‌کنی تأثیر داشته بگو. ببینید تحریم‌ها نتایج مستقیم و غیر مستقیمش و تأثیری که روی کاهش کیفیت زندگی مردم و افزایش رنجش میذاره واقعا توی چند دقیقه گفتنش امکان پذیر نیست. خب مسلما مشکل داروها هست، مشکل دانشجوها هست، مشکل فقر و تورم توی ایران هست. ببین آقای آلن ای گفتن که ما و همپیمانان غربیمون تمام تلاشمون رو میکنیم که این به اصطلاح دارو مثلا داروهای حیاتی مردم ایران برسه. این حرف واقعا حرف درستی نیست. اینها این کارو نمیکنن. اینقدر که فشار آوردن به بانک‌های غربی و جریمه میکنن شرکت‌های غربی رو و بانک‌ها رو اگر با ایران مراوده تجاری داشته باشن که بانک‌ها اصلا میترسن حتی در مورد دارو هم به اصطلاح مراودات اقتصادی رو انجام میدن. اخیراً وزارت خزانه داری آمریکا یک به اصطلاح متنی رو منتشر کرده و اعلام کرده که مسئله‌ای نیست که بانک‌ها این مراودات رو انجام بدن. منتها این کافی نیست. همون میزان انرژی و وقت و ساعت زمانی که دولت آمریکا گذاشته که بانک‌ها رو متقاعد کنه که شما نباید با ایران ارتباط داشته باشید و اونها رو جریمه میکنه، باید همینقدر هم انرژی بذاره و به اونها بگه و عملا این رو روشن بکنه که در مسئله دارو این مراودات رو انجام دادن ایرادی نداره و با جریمه مواجه نمیشن. چون فقط با صدور یک به اصطلاح گواهینامه چیزی حل نمیشه. بله ما در گروه حوار کمپینی رو اخیرا شروع کردیم در مورد همین دارو که به بانک‌های بین‌المللی فشار بیاریم که این مراودات اقتصادی رو با ایران انجام بدن. یک توماری هم گروه حوار تهیه کرده و از همه ایرانیان داخل و خارج کشور و غیر ایرانیان ما می‌خوایم که این تومار رو با رفتن روی وبسایت حوار و روی کمپین دارو که پس تحریم کمپین تحریم مساویس با جنگ خاموش برن و این رو امضا کنن. منتها ما واقعا زور مقابل این قول‌هایی که الان دارن مردم ایران رو بهش فشار میارن اونقدر نیست، ولی خب امیدواریم که با همین تلاش‌ها از رنج مردم ایران تا اونجا که دستمون برمیاد بکن. ممنون علی، اگه وقت داری همراه ما بمون بازم برگردیم بهت. فقط من این توضیح رو بدم یکم روشن بشه برای بینندگان چون برای بعضی هنوز سواله که
تحریم‌های آمریکا و غرب، هم آمریکا هم اتحادیه اروپا، شامل غذا و دارو، اینطور که خودشون گفتن استثناء انسان دوستانه، شامل غذا و دارو نمیشه. ولی مشکلی که حالا وکلای و شرکت‌هایی که تو این زمینه کار می‌کنن صحبت ازش می‌کنن، تحریم‌های مالی و بانکیه که اجازه این معاملات حتی وقتی که مربوط به غذا و به خصوص دارو میشه رو در واقع محدود کرده و ممنوع کرده، همونطور که خودت هم توضیح دادی. اما برگردیم به فضای مجازی کاربرامون دیگه. حالا سوال که به حال اگه نظری همینطور دارن برای من با چت سوال میفرستن، من تنها کاری که میتونم بکنم این که به صفحه فیسبوک وزارت امور خارجه امریکا که به فارسی هم هست مراجعه کنید، هر چی سوال دارید اونجا بپرسید، فکر میکنم جواب بگیریم، چون این صفحه فعالی هستش در صفحه فیسبوک. اما عزیز نوشته که مناقشه حسه ایران در سال 2013 به مرحله پایانی میرسه، جمهوری اسلامی ناچاره در برابر جامعه جهانی تمکین کنه، ایران و آمریکا به سوی گفتگوی مستقیم پیش میرن. اصرار ایران به ادامه برنامه هسته‌ای باعث شده تا شورای امنیت سازمان ملل تاکنون با صدور 4 قطعنامه به تحریم‌ها علیه برنامه اتمی ایران و افراد و سازمان‌های مرتبط با آن رأی بده. این کاربر نوشته افسون بر این، آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی دیگر از کشورها نیز تحریم‌های یکجانبه علیه ایران رو برقرار کردند. از نظر عزیز این مذاکره به نتیجه میرسه. اما کاربر دیگه‌ای به نام سعید نوشته که اثر این تحریم‌ها رو مثبت دونسته، گفته بالا بردن سطح نارضایتی عمومی یکی از اثرهای این تحریم هاست که باعث میشه رفته رفته توازن قوا بین ناراضیان و طرفداران دولت اسلامی برهم بخوره. مرسی رویا. فؤاد از آمریکا روی خطمونه و علی از شیراز. سلام به هر دوی شما. فؤاد سوال جوابمون متاسفانه وقتش تموم شد، ولی اگه نظری داری در مورد بحثی که شده بهمون بگو، هم مذاکرات پیش رو فکر می‌کنی به چه نتیجه‌ای برسه و بحث تحریم هم که به هر حال در ادامه‌شه. سلام، مرسی از برنامه‌تون. منم امیدوار بودم آقای آلن اونجا باشن، حالا امیدوارم ایشون و یا مقامات دیگر آمریکایی ببینن. ولی ببینید، مردم ما ایران آمریکایی‌ها رو آزادی‌خواه می‌دونن، روی اونا خیلی حساب می‌کنن. اما چیزی که ما داریم می‌بینیم، هر جا که آمریکا دخالت کرده، حکومت های سکولار برداشته شده، حکومت های فندامنتالیست اومده سر کار، مثل مصر، مثل حکومت های بنیادگرا اومده، بله بنیادگرا، مثل افغانستان، هر جا آمریکا فقط براش این مهمه که کیا باشن، چه حکومتی باشه، فقط هر چقدر اینا حماقت داشته باشن منافع آمریکا رو تامین کنن کافیه. آیا آمریکا اگه به توافق برسه با جمهوری اسلامی برای اینکه مطمئن بشه سلاح اصلی سلاح اتمی ایران تولید نمی‌کنه، این براش کافیه؟ تمام درد و رنج مردم ایران، حقوق بشر اصلا براش مطرح نیست؟ یه سوال کوچیک دیگه، آمریکا تعهد کرد از یه سازمانی به نام مجاهدین اون موقع از اینا حمایت کنه، ولی وسط اون صحرا رهاشون کرد. اینا که هیچ اسلحه‌ای در دستشون نیستش، سرانشون که با پاسپورت در کشور اروپایی زندگی میکنن، یه سری آدم بیچاره مفلک اونجا وایستدن، پیرمرد پیرزن زیر توپ و تفنگ و موشک و اتفاق. بحث اون کمپ اشرف که شما میگین یه مقدار بحث پیچیده‌ای، حالا بعد هر دو طرف ماجرا شنید، ولی همین اخیراً آمریکا گروه مجاهدین خلق رو از فهرست سازمان‌های تروریستی هم خارج کرد. خواهش می‌کنم وارد اون بحث نشیم چون بحث مفصلیه. به هر حال یه تعهدی داشت، وارد اون بحث نمیشم، برای از ملت ایران به معنای واقعی طرفداری کنه. این کسایی که روی خط میان میگن دارو تحریم خوب نیست، با رژیم هستن. ما به هر حال یه جایی شما فکر میکنید تحریم خوبه؟ من فکر میکنم تحریم خوبه، یعنی اگه دارو کمیاب بشه شما فکر میکنید خوبه؟ بحث دارو رو که گفتین، دارو اصلا تحریم نشده، این بازی که جمهوری اسلامی نه دارو تحریم نشده، ولی به هر حال تحریم‌های مالی و بانکی اینطور که گزارش ها میاد روی کمبود دارو تاثیر گذاشته. ولی شما گفتین تحریم و دارو، یعنی فکر می‌کنین خوبه یا نه؟ من بانکی بودم، مطمئنم اینا یه اعتبار اسنادی میخوان، به فاصله 2 هفته میتونن دوباره دارو رو وارد کنن، چه جور که وسایل ماشین لوکس خودشون رو وارد میکنن، خیلی راحت میتونن این کارو بکنن. شما فکر میکنین نیافتاده این اتفاق؟ من اصلا فکر نمیکنم، ولی یه جای مردم ایران باید یه بهایی بدن اگه بخواد این رژیم بره. بسیار متشکرم. ممنون از شما. یه اجازه بدین صحبت دارو شد، یه لحظه سری برگردیم نیویورک، از علی هم نظرشو بپرسیم. به حال نظرات مختلفی هست، اما حالا در مورد اصل در واقع تحریم که صحبت خیلی خلاصه ای ما بکنیم، این که دارو و غذا جزء تحریم نیست، ولی حالا اتفاقی که داره میفته به حال نتیجهش کمبود دارو شده در ایران.
بله، گروه هوار توی این مدت دو سه ماه با شاید نزدیک 20 تا از وارد کننده های دارو توی ایران تماس گرفت. ما یه کار تحقیق نسبتاً وسیع انجام دادیم واسه اینکه دقیقاً بدونیم کجا باید فشار رو وارد بکنیم که مشکلی از مردم ایران حل بشه. اکثریت وارد کننده های دارو توی ایران ضمن اینکه اذعان می‌کردن که دولت ایران ارز کافی رو اختصاص نمیده، که خب البته شما می‌دونید مشکل کمبود ارز توی ایران اون هم باز یکی از به اصطلاح نتایج تحریم ها هست به خاطر اویل امبارگو یا تحریم خرید نفتی ایران. منتها حالا دولت ایران که خب بیکفایت هست و غیر دموکراتیک هست و غیر شفاف سیاستاش و اون رو همه میدونیم، اما بانک‌های غربی هم این مراودات اقتصادی رو انجام نمیدادن و وارد کننده دارو تو ایران همین الان هم که من دارم با شما صحبت میکنم هنوز هم مشکل دارن که بخوان اون LCR به اصطلاح تراف کردیت ها گشایش اعتبار بکنن و دارو رو به اصطلاح به ایران وارد بکنن. بله، حالا همونطور که خودت هم اشاره کردی و نیر هم صحبت کرده بود اخیراً، معاون وزیر خارجه آمریکا هم به ما گفته بود، اشاره میکنم به صحبتی که خانم مرضیه وحید دستشهری کرده وزیر بهداشت در مورد کمبود ارز برای وزارت بهداشت برای واردات دارو به ایران. ولی خب چند ماه قبلش هم خانم فاطمه هاشمی مدیر بنیاد بیماری‌های خاص اشاره کرده بود به اینکه تحریم ها باعث شده که کمبود دارو به خصوص برای بیماری‌های خاص اتفاق بیفته و درخواست کرده بود که به هر حال در مورد دارو این مسئله حل بشه. مرسی ازت علی. اما باز برگردیم به فضای مجازی و کاربرامون. یکی از کاربران نوشته ما در مورد حکومتی حرف می‌زنیم که هدفش تبدیل شدن به یک ابرقدرت اسلامیه که اگر ایرانی بودن و شیعه بودنش به عنوان دو عامل منفی نبود قطعاً تاکنون به این مهم دست پیدا کرده بود حتی بدون قدرت هسته‌ای. این کاربر نمیشه اگر در مذاکرات پیش رو یا هر مذاکره دیگری با جمهوری اسلامی به توافق رسیدن، دولت آمریکا به توافق رسید، چه تضمینی وجود داره که چند سال بعد با قدرت بیشتر و برنامه‌ریزی و آمادگی بیشتر دوباره اقدام به غنی‌سازی نشه؟ و کوروش که نوشته آمریکا به یک علتی از ایران میترسه، پیشنهاد مذاکره دوباره از طریق آمریکا یک اشتباه محض بود از نظر این کاربر و گفته که دولت‌های تحریم کننده میتونن با تحریم سفر همه مقامات ایرانی به خارج از کشور بیشترین آسیب رو به این دولت بزنن. مرسی ازت رویا. به علی سلام کرده بودم. علی سلام مجدد به شما در شیراز. حالا درود بر شما خانم، وقتتون بخیر. خیلی ممنون علی. وقت سوال و جوابمون که تموم شد آقای ایران باید میرفت، ولی شما راجع به این بحثا چی فکر میکنی؟ هم مذاکره در پیشه، بحث تحریم هم که به هر حال باز شد تو برنامه. بحث تحریم که بینندگان عزیز اومدن مفصل در رابطه باهاش صحبت کردن، هم موافقین و هم مخالفین. متاسفانه توی شبکه آمریکا اگر کسی بخواد حرف حق بزنه متهم میشه به اینی که این نفوذی جمهوری اسلامی هست و این طرفدار جمهوری اسلامی هست. البته علی من اینو بگم، همونطور که شما نظرتون رو میگین کاربرای دیگه هم خب نظرشون رو میگن، هر کسی نظرشه، ولی خواهش میکنم شما هم نظرتون رو بگین. خواهش میکنم. من میخواستم بگم که دولت امریکا در رابطه با تحریم ها میگه که ما میخواییم که حکومت جمهوری اسلامی رو تحریم کنیم، ولی که دود این تحریم ها بیشتر به چشم مردم و ملت میره. مثلا چجوری علی؟ شما خودت شیراز زندگی میکنی، اگر که تو زندگی خودتون تاثیرشو میبینی یا حالا دور و بریاتون توی شهرتون، برامون یه مثال بزن. خب همینی که بعضی از این چیزایی که شما گفتین، بیشتر معاملات بانکی و این که مثلا حالا اگر جمهوری اسلامی نفتی میفروشه به فلان کشور باعث در قبالش جنس بگیره، کالا بگیره و این که نمیتونه مثلا. اما تاثیرش توی زندگی شما چیه علی؟ تأثیرش که درست ناله یکم فشار اومده، ولی که از این جهت که ما به اون چیزی که میخواستیم رسیدیم و اون استقلال است و اون حاکمیت اسلام توی کشورمون هست به اون میارزه، خیلی بیشتر از اینا ارزش داره. من تو میخواستم این رو بگم که حاکمان امریکا میگن که ما با تحریم ها میخواییم جمهوری اسلامی رو تحریم کنیم، فعالی که دارن فلواقع مردم رو تحریم میکنن. در رابطه با مذاکرات پیش رو هم مطمئن باشین روند همینی بوده که همینی خواهد بود که تا الان بوده. مطمئن باشین که جمهوری اسلامی بر حق مسلم خودش پافشاری میکنه، حقی که خود سازمان انرژی حقی، یعنی اگه شما فهم کنیم مذاکره به نتیجه نمیرسه در واقع، اگر که بخوان اون چیزی که تا فعلا بوده و بخوان حق ایران رو به رسمیت نشناسن و بخوان از یک طرف تهدید کنن و از یک طرف بخوان
مثلا پیشنهاد مذاکره کنن، مطمئنا همین چیزی خواهد شد که تا الان بوده. بله خیلی ممنون شما علی از شیراز. به من بر نگردید چون یک عالم سوال من نمیدونم از که باید بپرسم تا من، چون ما یه استاتوس جدید گذاشتیم که اگر دوستاشی میتونید برین تو اون نظر بدین که تحریم ها بر زندگی شما چه تاثیر داشته، میتونید اونجا نظر بذارید من نظر شما براتون بخونم. حالا ما در واقع داریم سوال میپرسیم، اجازه بده همین سوال از سارا بپرسیم. سارا سلام به شما، نمیدونم توی ایران زندگی میکنی یا نه، از اسکایپ با ما در تماسی. سلام، من یه دانشجو هستم که الان فعلا اومدم ایران. بعد یه سوالی داشتم، چون فعلا به خاطر که قیمت دلار خیلی بالا رفته، من میخواستم ببینم که آیا بورسیه خاصی هستش که فقط به دانشجوهای خاورمیانه از طریق دولت آمریکا تعلق بگیره، که این سوال از آقای آلن اید داشتم. بله سارا، البته آقای نیم ساعت بیشتر با ما نبودن، رفتن. در مورد این مسئله به همون فیسبوک وزارت امور خارجه که رویا معرفی کرد مراجعه کنیم، اونجا من فهم کنم در مورد بورسیه تحصیلی هم راهنمایی هایی میکنن. اما الان میگه خودت ایرانی، آیا فکر میکنی اتفاقاتی که افتاده حالا مذاکرات ناشی از اون تحریم ها تاثیر روی زندگی خود گذاشته به عنوان یه دانشجو؟ مسلما گذاشته. چه تأثیری؟ از خواهی میکنم سارا صدات قطع و وصل میشه، یه لحظه صبر کنیم دوباره برمیگردیم بهت. و اما نظری بخونم برای شما از محمد علی که گفته خرید دارو براش مشکل هستش، مجبوره برای خرید دارو به شهرهای بزرگ بیاد و این حاصل مقررات دست و پاگیر تحریم هستش. و همینطور عزیز که گفته بالاخره اگر دولت ایران همین برنامه هسته‌ای به قول خودشان صلح آمیز رو متوقف نکنه، جامعه جهانی در نهایت کار چه اقدامی خواهد کرد و این بازی موش و گربه تا قیامت ادامه خواهد داشت؟ مرسی از رویا. امیر از تهران روی خط، حسین از اهواز، سلام به هر دوی شما. امیر نظر شما چیه؟ داریم الان بحث تحریم‌ها شده یه مقدار، می‌خوام ببینیم که چه تأثیری گذاشته رو زندگی شما و حالا در مورد مذاکره هم اگه نظری داری. با سلام و درود خدمت شما. من به نظرم این که بگیم واقعا تأثیر نداشت این دروغ، با یکی از بستگانمون بیماری سرطان داشته، الان میگه بعد از این غذایی که الان اومدن گفتن تحریم خوشمند و هدفمند، میگه داروهاش به سختی میتونیم پیدا کنیم و هر دفعه مثلا قبلا میرفتیم فراوون پیدا میکنیم برای چند ماه، از آن مثلا برای یکی دو هفته میتونیم تحریم کنیم. داروی شیمی درمانی؟ بله خدمت شما هستم خانم مرتضوی. ببینید من به بحث سیاسی قضیه کار ندارم، چیزی که باعث میشه برحال تو فضای ایران این هست که این تحریم های آمریکا باعث شده این مشکلات برای مردم داره به وجود میاد و این هیچ چیزی برای آمریکا اضافه نمی کنه جز اینکه کینه آمریکا تو دل مردم بیشتر میشه. اگر آمریکا واقعا میخواد صادقانه کار کنه، کاری کنه که ملت معمولی ایران تحت فشار قرار نگیره، یعنی ملت یه دل خوشی داشته باشن. آمریکایی با این تحریم های زیاد ملت رو با حاکمیت هماهنگ میکنه، ملت رو میچسبونه با حاکمیت و هر چی حاکمیت هم بگه ملت هم همون طرف میرن. بله امیر، حالا چون قبل از شما هم این مشابه این سوال پرسیدن، صحبتی که آلن ایر کردیم بود که تحریم ها در واقع هدفمنده به سمت حکومت ایران و تأثیری که روی مردم میذاره اگر هم بذاره تأثیر ناخواسته است، شما چی فکر میکنیم؟ خانم مرتضوی، ما داریم، ما ملتیم، من دارم از ایران زنگ میزنم، من فامیل مریض دارم، من تو بیمارستان بودم که مریض تو بخش بودم که گفت جنازه شو آوردم بیرون، گفتم به خاطر اینکه داروی بیهوشی نمیدونم حالا چه جوری بود کم تزریق کرده بودم، گفتم مرد، به هوش اومد و بعدا نتونست تحمل کنه از بین رفت. این بستگان این مثل میدونین چی، مثل اعدامی های سال 60 میمونه، مثل اعدامی های که اینا همه شو بدونن ضد انقلاب. این تحریم ها اگر ضربه بزنن تو یک فامیلی، تو یک وابسته ای و اون از دنیا بره، اون کینه به دلشون میمونه. به نظرم این آقای علنی داره یک ایدئالی صحبت میکنه، من کاری ندارم چون که سیاست مداره، ولی اونی که من ایرانی دارم با زندگی خودم اونو لمس میکنم این نیست که آقای علنی تاثیرش شما توی زندگیتون میبینید. بله من تاثیری که من میبینم با اون چیزی که آقای علنی میگه اصلا فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. ممنون ازت امیر از تهران.
اما محمد صادق گفته کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مهمترین نتیجه تحریم‌ها و سوء مدیریت مسئولینه که زندگی رو برای قشر متوسط جامعه سخت کرده و بدون تردید سلامت روانی اونها رو نیز به خطر میندازه. و همینطور رضا که گفته خب البته رضا گویا از تحریم ها راضی بوده، گفته این به اصطلاح تحریم ها به نفع شده، قبل از شدت پیدا کردن تحریم ها یه پراید خریده که الان با گذشت 2 ماه اون پرایدش 2 برابر شده، گفته دمشون گرم، لطفا تحریم ها رو بیشتر کنید. و همینطور سعید که گفته ما قشر ضعیف ایران بیشتر از هر قشر دیگری از این تحریم ها آسیب می‌بینیم و آیا دولت آمریکا و اتحادیه اروپا نمیتونه به جای اینکه مردم رو تحریم کنه دولت مردان رو تحریم کنه؟ مرسی رویا. حسین از اهواز، سلام مجدد حسین، نظر شما چیه؟ من میخواستم با آقای آلن ایر صحبت کنم که متاسفانه بعد میرفتن. بله بله سعید، من میخواستم یه ضمانت بهشون بدم، یه ویزای اهواز هم بهش بدم، ایشون تشریف بیاره اهواز ببینه این تحریما واقعا روی ما اثر کرده یا نه. آقای آلن ایر، من بهت ویزا میدم، ضمانت هم میدم، سعید و سالم تشریف بیارین اهواز. خب حالا حسین، شما که خودت اهوازی، بر ما توضیح بده، ما که نمیتونیم بیایم اهواز. خانم مرتضوی خب نمیدونه تو اهواز چی میگذره. ما همیشه متأسف مثل گوسفندیم، ما مثل گوسفندی که یا تو عزاداری یا تو عروسی باید قربونی بشه. چه زمان شاه، چه زمان خامنه ای و این رژیم، داغون شدیم خانم، نمیدونه چی میگذره اینجا به سر ما. حسین برمون یه ذره توضیح میدی صحبت از تحریما داری میکنی چه تاثیر روی زندگی شما گذاشته تو اهواز؟ خانم الان شما بیان تشریف بیان این اهواز ببینید، ما تو بیمارستان مثلا اینجا هوا خیلی گرمه، گرد و خاکه، اینجا سالی 11-12 ما اصلا بارون نداریم اینجا که همش خوشسالیه. آبا قطع شده، الان نزدیک به 30-35 سال ما داریم آب شور میخوریم. از همه اینا گذشته تمام خانواده های اینا که فقیرن، زیر خط فقر زندگی میکنن، به بیماری های صعب العلاج مبتلا شدن که اصلا داروش تو ایران وجود نداره، باید از کشور خارج تهیه بشه. ما الان دو تا دردسر داریم، یکی اینکه قیمتای دلار رفته بالا، نمیشه کسی به دوا دارو از خارج تهیه بکنه، یکی اینکه تحریما اصلا نمیذاره ما دارو از کشور دیگه وارد کنیم. فرضا مثلا قبلا یکی کسی مریض میشد از امارات یا از کووید یا از یه جای دیگه وارد میکرد، الان اصلا همینا برام وجود نداره. یکی بعدم بیمارستانی که نمیپذیره، اگه کسی ببینه مردنیه میگه آقا ببرتش جای دیگه، مثلا بیمارستانی خصوصی دولتی که اصلا نمیپذیرن، باید 1000 تا واسطه بیاری، یه کارمند از یه یا شرکتی یا از شرکت نفت یا از شرکت فولاد یا از جای دیگه که پولدار باشه ضمانت کنه تا مریضو بپذیرن. خب اینا همش علت جرونیه، علتش تحریمه. ای آقای آلن ایر که میگه نه تحریم ها هدفمنده، به مردم صدمه نزده، ایشون تشریف بیارن ببینن واقعا صدمه نزده، اصلا به رژیم هیچ کاری نداره، به خدا قسم اصلا این داده اصلا به رژیم هیچ ضربه نزده. شما فکر میکنین ضربه اصلیش به مردم، متوجه مردم؟ البته نگفتن صدمه نزده، حالا چون هم نیم ساعت پیش اینجا بود گفتش که تأثیری که روی مردم میذاره ناخواسته است، هدف ما نیست. برای یه ضمانت دیگه من میخوام با آقای آلن ایر بدم. آقای آلن ایر به خدا من حاضرم بیام آلماتی، بیام قزاقستان کجاست، من بیام اونجا حضور پیدا کنم، بهت یه ضمانت میدم اگر روزی هم ایران بمب اتم درست کنه، که زمان آقای علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایشون فرمودن، حالا فرض کنم ایرانم یه بمب اتم کوچولو درست کرد، خب چه ضربه‌ای به کجا میزنه؟ بهتون میخوام بگم اگر بمب اتم درست کنه، این بمب اتم برای شما نیست، شما که پاتریوت دارین، تکنولوژی دارین، میتونین راحت دفاع کنین از خودتون. ما بدبخت بیچاره، ما ملت بدبخت بیچاره نمیتونیم از خودمون دفاع کنیم، این بمب رو سر ما خالی میکنه. نمونهش این بشار اسد، نمونهش این آقای حسن نصرالله داره، ببین اسلحه‌ای که دارن علیه کی استفاده میکنن، علیه مردم خودشون. خیلی ممنون رژیم جان، ممنون ازت حسین، ببخشید وقتمون داره کمه، اگه خلاصه برامون کنی خیلی ممنون میشم. خیلی ممنون حسین از اهواز. و اما محمد رضا گفته ما درآمدمون به ریال، خرجمون به دلار. خب شما حساب کنین همه قیمتا 4 یا 5 برابر شده، علاوه بر این که بعضی کالاها رو اگر هم قدرت خریدش رو پیدا کنیم نمیتونیم در بازار پیدا کنیم. گفته ایران متکی به درآمد نفت و دلاره، حالا هم که دلار نیست همه چی نابود شده. و باز هم این کاربر از آقای آلن ایر پرسیده که تا کی میخواد این اتفاقا بیفته، و گفته که دولت ایران تو این 33 سال انقدر پول جمع کرده که تا 20 سال دیگه هم میتونه این پولا رو خرج کنه، در نتیجه این مردم هستن که در تحریم ها از بین میرن. و پارسا گفته بزرگترین اشتباه غرب اینه که فکر میکنه ایرانی ها با فشار گرانی میریزن توی خیابون و اعتصاب میکنن، در حالی که این قضیه به سود حاکمیت ایران تمام میشه. گفته آقا محمد خان قاجار به جانشین شوسی کرده که اگر میخوای مردم ایران راضی نگهداری، همیشه در فقر
و بیسوادی نگهشون دار. مرسی از رویا. محمود از کرمان فکر کنم آخرین تلفنمون باشه. سلام به شما محمود. عرض سلام. سلام. محمود، صحبت از مذاکرات که هفته دیگه در قزاقستان قرار انجام بشه و همینطور بحث تحریم ها، این که ببینیم چه اثری رو زندگی شما گذاشته توی کرمان. بله. بحث تحریم ها که خودتون هم میدونین دیگه گفتن نداره. و اشکال نداره. شما بر ما از زاویه دید کرمان بگین. والا این چی رو بگم؟ چیزی که به طور معروف میگن چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. ولی من یه سوال دیگه داشتم که از آقای آلن میخواستم بپرسم که نشد. الان من میگم شما بپرسید. چش. آقای آلن از آمریکا وقتی که دارن صحبت میکنن، اول از این سوالاتی که مردم کردن اکثرشو مالیدن به هم، به قول ما ماسمالیش کردن، یعنی جواب درستی ندادن. میخوام بپرسم آیا آمریکا کت خدای کره زمینه که هر کجا هر اتفاقی افتاد اونا باید پادرمیونی کنن و نمیدونن خرابترش کنن؟ بعد از اون میگن بیان شما برادری خودتون رو ثابت کنین. شما میگین بمب اتم ایران نباید داشته باشه. چرا خودتون دارین؟ چرا اسرائیل داره؟ چرا انگلیس داره؟ کشورهای دیگه؟ اگه میخواین جلوی اینو بگیرین، اول بیان از خودتون رو نابود کنین، بعد بیان به بقیه بگین شما درست نکنین. نه اینکه بگین ما در فکر این هستیم کم 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 کنیم، نمیدونم کلارکامون رو نمیدونم کم کنیم بیاریم، نمیدونم یه دوری به هر حال، حالا اونجوری که خودشون میگن. این درست نیسته، این جواب درستی نیست و جوابم ندادن. همین مشابه سوالتون رو بله یکی دیگه هم، یه نفر دیگه هم قبلا پرسید، خودتون هم شنیدین که آقای ارم گفتش که داریم سعی میکنیم کلاهکار رو کم کنیم و حالا اما نظر شما متفاوت. بله، کم کردن تا این که از بین بردن فرق میکنه. اول اونا از بین ببرن، بعد بیان به بقیه بگن شما حق ندارین درست کنید. بعد از اون شما ایشون میگن که در آینده ممکنه ایران همچی کاری بکنه. حکایت کار عراقشون شد، اومدن عراق رو نابود کردن، همش گفتن که تو عراق این سلاح هست و هست و هست، بعد من دیدن هیچی نیست. ولی دیدن بازن که به حرف خودشون سوار بودن و اومدن کشور عراق رو زیر رو کردن، هیچی هم ندیدن، اعلام هم کردن، یعنی همه دیگه میدونن. ولی به هر حال به خاطر منافع خودشون، آمریکا همش میخواد تو دنیا تمام این بدبختی ها رو سر مردم به هم در بیاره که خودش سود ببره. این کاری تو عراق کرد، تو کشورهای دیگه، تو افغانستان کرد، میخواد اینجا هم همین کار بکنه. خیلی متاسفانه، متاسفانه. ممنون از شما محمود، ببخشید وقتمون کمه، حالا سوال شما رو ما سعی میکنیم بپرسیم. اما شیران گفته تجربه 34 ساله گذشته ثابت کرده ایران به دنبال وقت‌کشی و رسیدن به سلاح اتمی هستش در جهت نابودی اسرائیل و گفته که این کار رو فقط به خاطر انجام فتوای آقای خمینی در محو اسرائیل میخواد انجام بده و تنها چیزی که براش مهمه، مهم نیست سرنوشت ایران و ایرانیه، وگرنه با همکاری با آژانس میتونست مقاصد صلح آمیزش رو پیاده کنه. فقط سوال شیران اینه که چرا اسرائیل دنبال بمب اتم هست و هیچ نهادی هم مانع اون نمیشه. و همینطور کاربران دیگه هم که همینطور سوال کردن که چرا ما باید انرژی هسته‌ای نداشته باشیم. و اما احمد گفته آمریکا به نفع منافع خودشه، چون این تحریم ها هیچ تأثیری روی سران رژیم نمیذاره، فقط باعث افزایش فقر و فلاکت مردم میشه. اگر تحریم ها به سوی دیگر مثل بلوکه کردن داری‌های مقامات و سفرهای اونها و بستن راه‌های کمک به سوریه و حزب الله و شیعیان دیگه کشورها باشه، میتوان جلوی ایران رو گرفت. نگار تو این چند وقت گذشته مسئولین هم خیلی موضع‌گیری‌های خاصی کردن. مثلا آقای محمد خاتمی رئیس جمهور پیشنه ایران گفته بود که این تحریم‌ها خیلی اثر بدی میذاره روی ایران و دود تحریم‌ها فقط به چشم مردم میره. اما احمد خاتمی که توی نماز جمعه بعد از 22 بهمن اشاره کرده بود به راهپیمایی 22 بهمن و به تعداد آدمایی که به این راهپیمایی رفته بودن و گفته بود که ببینید مردم در این تحریم‌ها هیچ گونه فرسودگی بهشون وارد نشده. اما ما موضع فردامون کشتی هستش و اتحاد ایران و امریکا در بازی کشتی. همراه ما باشید فردا با یه برنامه ورزشی. مرسی رویا. من از سارا عذرخواهی میکنم که کیفیت صدا خوب نبود روی اسکایپ و قطع شد و همینطور ممنون از علی عبدی عضو گروه هوار که همراه ما بود و آلن ایر سخنگوی وزارت امور خارجه و خود شما. ممنون تا فردا شب.